سلام میکنم خدمت عزیزان دلم، امیدوارم که مثل این حیات خونه ما سرسبز باشید. امروز هوا خیلی خوبه ولی گرمه، دم داره. آن گفته بودید که به اون دوربین نگاه کنم که ارتباط برقرار کنیم. هوا دم داره، برعکس روزی که با دخترمون اومده بودیم که هوا ابر بود و بارون اومده و اینا، اصلا اونطوری نیست. الان میخواستم در مورد اون قولی که بهتون داده بودم، کامنت های عجیب که این چند وقت گرفتم، باهاتون صحبت کنم، چون برای خودم جالب بود، بعضیاش عجیب بود، میخواستم شما هم بدونید. خاله هم گفته میخوام بیام بهتون سر بزنم، هنوز که نیومده. خب این کامنت ها رو اینجا نوشتم، بلندم میخونم که حالا نخوام میکروفون رو بزنم. باور کنید میکروفونمون توی راهه، یه میکروفون بیسیم که دیگه هم کیفیتش بهتر باشه، هم من راحت تر بتونم بس کنم به گوشی و باهاتون صحبت کنم، ولی خب هنوز نیومده. خب این کامنت های یه موقع من توی خونه برای مامانینا و بقیه میخونم، از خیلی هاش تعجب میکنن. گفتم که به شما هم بگم که بعضی هاش اصلا نمیدونم چه جوابی بدم، بی جواب میذارم، چون نمیدونم الان چی بگم به دوستمون که این حرف رو زده. یکی از دوستان گفتن که به تازگی گفتن چرا خونه خودتون آشپزی نمی کنی؟ میترسی کثیف بشه خونتون؟ همش میره این ور اون ور و ما رو گیج کردی. اینو برای آشپزی که توی خونه ماما اینا حلوا درست کرده بودم گذاشتم. خب اگه ما بخوایم این اخلاقو داشته باشیم که تو خونمون آشپزی نکنیم به خاطر کثیف شدن، پس چرا زندگی میکنیم؟ من خونه ماما اینا هستم چند وقته، یعنی بعد از مریضیم رفتم خونه، بودم توی خونه، کارام خیلی عقب افتاده بود، ویدیوام همینطور. بعد اومدم شمال، دیگه در جریان کارهای من هستید. بعد دوباره مامان گفتش که بیا خونه ما یکم استراحت کن. از طرفی ساختمون ما به خاطر اینکه نوسازه، زمستونم براتون گفتم، مشکل داشت که داشتم کنتور میدادن. این خونه هم، یعنی این تابستونم خونمون، خب یکم برقش مشکل داشت. گفتن که چون برای این همه واحد ما نمیتونیم برق رو برسونیم با یک کنتور، اصلا نمیتونیم کولر روشن کنیم. این شد که خاله ما پنکه گذاشتیم، ولی مامان گفت بیا خونه ما، هم خنک‌تره، هم چند وقت بعد مریضیت استراحت کن، من پیشتم. دیگه اینطوری شد که رفتم خونه ماما اینا. من خودم چند بار درباره این صحبت کردم که روی مبلا چیزی نکشید، روی فرشا چیزی نکشید، لوازمی بخرید که نخواد خیلی گرونتر از حدی که باشه که ما درآمد داریم، این مراقبش باشیم و اعصابمون خورد بشه. خب میریم سراغ کامنت بعدی که یکی از دوستان گفته بودن شما به کل داری خانوادت رو فراموش میکنی، داری همسر تو، خونه زندگی تو فدای شغلت میکنی، میری شمال خوش میگذرونی، همسر توی خونه تنهاه. اینم باز از اون قضاوت هاست که بدون اینکه کسی ببینه قضاوت میکنه. زمانی که ما اومدیم شمال تقریبا 3-4 روز بود با دخترمون اومدیم. بعد من توی، چون میگم ویدیوهام عقب بود و حالا هوای خوبی داشت، میخواستم برای شما هم فیلم بگیرم، توی یه روز یه دفعه میشد 2-3 تا ویدیو میگرفتم. شما فکر میکنم حدود 7-8 تا ویدیو از من توی شمال دیدید که اون مثلا در یک روز شاید من 3 تا ویدیو گرفته بودم، انقدر مدت طولانی شمال نبودم. بعد به هوای این که خب دخترمون اینجا بودن و همه خانوم بودن، همسر من نیومد، حتی برادر منم نیومد، دیگه خودمون بودیم، دوره هم بودیم، آقایون نیومدن پیشمون. یه دوست دیگه‌مون نوشته بود که شما به خاطر این مریض شدی که با پیرن میری بیرون، آستینت هم کوتاه بوده و دستت پیدا بوده، خدا قهرش گرفته و تو مریض شدی. اینم باز از اون حرفا بود که گفتن خدا قهرش گرفته، خدا اینقدر بزرگه، مثل ما بنده ها نیست که بخواد حالا به کوچکترین چیزی قهرش بگیره و بلا سرمون بیاره. یکی دیگه از کامنت ها این بود که خوب داری تو شمال میگردی، خوب تا چند روز پیش داشتی میموردی، ادا در میموردی، حالا داری میگردی. اینم باز من نمیدونستم چی بگم بهشون، یعنی این حرفو از کجا در میاد، چطوری میگن، نمیدونم والا. یه نفر دیگه هم نوشته بود شما فیلمتونه که رفتی بیمارستان،
رفتی اونجا بستری شدی که فیلم بگیری. آخه این چه کامنت عجیبیه، چه نظر عجیبیه شما میذارید. من خودم برم بیمارستان بگم الکی منو بستری کنید که من بتونم فیلم بگیرم. اینم عجیب بود برام. بعد اینها رو براتون بگم. یه نفر نوشته بود که من شنیدم نرگس جدا شده از همسرش، خیلی وقتم هست که ببینید خونهشم نیست، خیلی وقت پیش جدا شد و بحثشون شد و خیلی کامل نوشته بودن، انگار قشنگ ایشون خونه ما بودن، اتفاقات رو دیدن، الان هم دارن کامل تعریف میکنن. آره خیلی وقته که جدا شده، نشانهشم اینه که ببینید چند وقت خونه مامانشه، از همسرش خبری نیست به خاطر اونه. نمیدونم اون ویدیویی که من از بیمارستان اومده بودم همسرم هم در کنارم بود دیدن یا ندیدن، چون بعضیا ویدیوهای قبل رو نمیبینن، بعد ویدیوهای بعدی رو که میبینن یه براشون سوالای ایجاد میشه که خودشون جواب سوالای خودشون رو میدن. بعد در جواب این خانم که گفته بود نرگس جدا شده، یه نفر گفته بود که آره تازه باردارم بوده، وقتی که فهمیده که بارداره، خب چون داشته جدا می شده قبلش رفته بچه رو از بین برده که دیگه راحت بعدش جدا شده. یعنی این نظرم داده بودن که من باردار بودم به خاطر این رفته بودم بیمارستان که بچه رو از بین ببرم و جدا بشم. بعد این افراد چند تا بودن که جواب همدیگه رو داده بودن. بعد در جواب اینا یه نفر دیگه هم گفته بود آره من نمیدونم چرا مردم متوجه نمیشن، دخترشم چند سال پیش نامزد کرده بود جدا شد، دو سال پیش توی اینستا فیلمش پخش شده بود که نامزد کرده، روز عقدش، آن جشن عقدش دو سال پیش توی اینستا پخش شده بود. اینقدر دلم میخواست بهشون میگفتم که میتونید اون فیلم جشن عقد رو برای من بیارید که حداقل من ببینم دخترم کی عقد کرده که من نبودم. اینم از اون حرفا بود. بعد یه کامنت دیگه داشتم برای خونه که ما خونمون جا به جا شد اومدیم، اون یکی خونه گفته بودن که داره دروغ میگه به خاطر اینکه اون خونه قبلیش رو اجاره داده، این خونه رو خریده، ما اون خونه رو پس دادیم اینو گرفتیم، اینطوری گفته بودن داره به ما دروغ میگه. خب چرا دروغ بگم من اگر خونه خریده باشم که شما نمیاید از من بگیرید؟ تازه به قول مادر بزرگم میگفتش که اگه کسی دوست باشه که خوشحال میشه از موفقیت دیگران، که من خیلی دوستای زیادی توی کانال دارم و اگر که این اتفاق افتاده بود حتما میگفتم که اونا هم ذوق کنه. بعد یه نفر دیگه گفته بود که آره این اتفاق افتاده، خاله هم تو استانبول آپارتمان خریده، هیچ کس خبر نداره، ما میدونیم، مثلا من و چند نفر دیگه ما خبر داریم که توی استانبول خاله آپارتمان داره. اینم از این. یه دوست دیگه ای که همراهمون بودن از اول کانال خیلی سوالای عجیب غریبی میکردن، من الان فراموش کردم چی بود، ولی یادمه که خب چون توهین نمیکردن و ولی سوالاشون خیلی عجیب و خیلی خصوصی بود، من جواب میدادم تا جایی که میشد جواب میدادم، ولی در آخر دیگه دیدم که خیلی در مورد همه چیز، یعنی یه موقعی کامنت میذاشتن همینطوری پشت سر هم سوال، یا میومدن توی تلگرامم هم همینطوری سوال، سوالای کسی که مثلا باور کن تو فامیلم کسی روش نمیشه از هم دیگه بپرسه و میپرسیدن، از اینکه حالا چند بار با شوهرت قهر کردی و چند بار دعوا کردی و سر چی دعوا کردی و من خیلی دوست دارم بدونم که شما زندگیتون از اول چطوری بوده و این سوالا. بعد ایشون نوشته بودن که شما، من شمردم دیدم که خیلی لباس داری، لباسای مختلف میپوشی توی ویدیو، ولی شوهرت به تعداد شما لباس نداره، چرا براش انقدر شما لباس نمیخرید و خودتون لباس میخرید؟ بازم من جواب ندادم به خاطر اینکه گفتم خب آخه من چی بگم الان، من باید لباس بخرم برای همسرم، آخه یعنی چی؟ نمیدونم منظورشون رو متوجه نشدم، یا یعنی اینکه خب اصلا آقایون کلا دیدید که زیاد علاقه به لباس ندارم بیشترشون، یا یعنی اینکه من چند دست لباس دارم و اینا، شما چطور دقت کردید توی فیلما که ببینید که من چند دست لباس دارم؟ ما خانوما اینو بگم دیگه، میدونیم ما خانوما تنوع لباسمون زیاده، بعد یه دفعه یه شال با یه پیرن تنمون میکنیم یه مدل دیگه میشیم، یا این کیفو با یه چیز دیگه میندازیم ترکیب میکنیم و مدلای مختلف میشیم، مدل موامونو عوض میکنیم، ولی آقایون
تفلک ها یه تیشرت و یه پیرن شلوار رو اینا دارن که میتونن حالا رنگ این تیشرت ها رو عوض کنن، رنگ این پیرن ها رو عوض کنن. خیلی خب لباساشون اونچنانی تنوع نداره، نمیدونم حالا به من چرا اینطوری گفتم. بعد یه دونه دیگه هست، این حالا عجیب نبود، این از این بود که بعضی از دوستان خیلی کم دقت میکنن و بعضی ها خیلی دقتشون بالاه. دوستی توی سورپرایز تولد هانیه که هانیه نمیدونست و اینا، ما سورپرایزش کردیم. بعد خب فیلمو وقتی که گذاشتیم دیگه اون شب گذشته بود، ما فیلمو گذاشتیم، یکی از دوستان کامنت گذاشته بود که اینطوری که هانیه جون متوجه میشه که شما فیلموشو گذاشتید معلومه دیگه، متوجه میشه که نوشتم دوست عزیز ما این اتفاق افتاد بعد پخش کردیم. این از بی‌دقتی. یکی از دوستان ما خیلی با دقت بود که من قبل از اینکه مریض بشم مامان یه صبحانه درست کرد، خاله اینا می‌خواستن بیان تهران، مامان صبحانه درست کرد، یه صبحانه ایرانی خوشگل. بعد منم خب اونجا بودم، این ویدیومون بعد از مریضی من پخش شد، این روزی که دیگه من دوران نقاهتمو می‌گذروندم توی بستر بودم هنوز. بعد خیلی از دوستان نوشته بودن که وای نرگس حالت خوب شد، چه خوب میگی، میخندی، حالت خوبه، سر سفره ای و اینا. یه نفر نوشته بود که این ویدیو برای قبله. از کجا متوجه شده بود؟ از رنگ ناخون من. ایشون گفته بود که نرگس الان که توی بیمارستان ناخونش این رنگیه و قبلا این رنگ ناخون فرق داشته، این معلومه که برای قبلا بوده. بعضی از دوستان واقعا احسن دارن، خیلی با دقت نگاه میکنن ویدیوها رو. یه کامنت دیگه، یعنی دو تا کامنت داشتم، من اینقدر دلم میخواد بدونم که صدای جیرجیره که زور میخواستم فیلم بگیرم، بادم جونا رو زور آماده کنم، میخواستم ویدیو بذارم، با صدای اینا نشد. الان قطع شده بود و دوباره صداشون اومد. من صداشون رو خیلی دوست دارم، صدای طبیعت رو خیلی دوست دارم، فقط به خاطر اینکه مزاحم شما نشه میگم. اینکه یکی از دوستان نوشته بود وای چه حوصله ای دارید، صدای جیرجیرک و تو پشه و مگس و رفتید اونجا، صدای پرنده ها و چه حوصله ای دارید، آپارتمان خودتو ول کردی رفتی اونجا. من که یه جای زندگی میکنم، یه محله ای هستم که صدای پرنده زیاد میاد، رفتم پنجره هامو دوجه داره کردم که صداشون نیاد توی خونه. اینم برای من عجیب بود. حالا جیرجیرک رو میگم به خاطر اینکه صداش خب توی دوربین میپیچه. یه بار من یه آموزش گرفتم اون قلقلیه که یکی از دوستان نوشته بودن قلقلیه جیرجیرکی اسمش گذاشته بودن، صدای جیرجیرک رو بعداً دیدم که خیلی بد پخش میشه وقتی من دارم صحبت میکنم، به خاطر این الان وقتی که صداشون اومد فیلم نگرفتم. ولی خب کلا وقتی خودمون توی طبیعتی هستیم به نظر من صدای طبیعت خیلی قشنگه، صدای دریا، حتی صدای باد، بارون، دیگه همین صدای جیرجیرک، پرنده ها. یه موقع صدای سگ میاد اینجا، سگا میان اینجا رد میشن، مثلا من غذا هم براشون میذارم که داستان یه موقع میگم صداشون میاد آروم میشینم تا صداشون قطع بشه که من داستانو بگم. اینا صدای طبیعت به نظر من خیلی قشنگه، اصلا انگار کمک میکنه به زنده بودن زندگیمون. نمیدونم ایشون هم یه نظر دیگه داشتن که برای من عجیب بود. یه خانومی هم این کامنت رو برای من نذاشته بودن، برای نگین گذاشته بودن که حکایت خانواده شما حکایت این هستش که آفتاب لگن هفت است ولی شام و نهار هیچی، یه سقف بالای سرتون ندارید، همش مهمونی میگیرید و تولد میگیرید و دوره همید و اینم باز جای تأمل داره. اینم از نظر من عجیبه که کسی که به قول شما یه سقف بالای سرش نداره که این حرف اشتباهه. هر کسی، حالا چه اجاره نشین چه صاحب خونه، سقف بالای سرش داره. هیچ وقت نشده که حالا کسی خدا اینقدر بیپناه بذاره کسی رو. حالا ما هم که ما دوستان دیگه که اجاره نشین هستیم، خونه از خودمون نداریم، نباید واقعا به کارهای دیگه برسیم، همینطوری بمونیم بذاریم توی سر خودمون که ما خونه نداریم. چون خونه نداریم هیچ کاری انجام نمیدیم. اینم خیلی میگم برای من عجیب بود. اتفاقا چند وقت پیشه با پسرمونا حرف این شده بود که گرونی شده، به این زودی ها نمیشه حالا ماشین مورد علاقت یا خونه مورد علاقت رو بخری. پسرمون میگفتش که آره چند سالیه که مردم به خاطر اینکه تورم خیلی زیاد شده نمیتونن پولشون اونطور که باید جمع کنن برسه به خرید یه چیزی. مثلا میگفتن که قدیما، یعنی ماما اینا همیشه میگفتن قدیما
یه مثال بود به اسم یه سال بخور نون و تره، 100 سال بخور نون و تره. منظورشون این بود که یه چند وقت صرفه‌جویی کنید چند سال تا بتونید یه خونه بخرید. و واقعا هم همین اتفاق میافتاد. مثلا مامان تعریف میکنم که قدیما یکی دو سال به خودشون سختی میدادن، پولاشون رو جمع میکردن، خونه میخریدن و بعد از اون دیگه حالا راحت‌تر زندگی میکردن. بیشتر هدف‌ها این شکلی بود. ولی پسرمون میگفتش که چند سالیه که مردم وقتی میبینن هر چی به قول معروف میدونن و نمیرسن، هر چی حالا در جامعه متوسط، حالا کاری نداریم به کسایی که درآمدای خیلی بالا دارن، ولی بیشتر مردم که این شکلی شدن، هر چی کار میکنن پولشون جمع نمیشه برای حالا اون خونه مورد نظر یا ماشینی که میخوان فراهم کنن برای خودشون، خوشگذرونی میکنن، بیشتر در حال زندگی میکنن. خیلی نظرها عوض شده، فکرها عوض شده به خاطر این تورم که تا بیان دو سال پولشون رو جمع کنن، اینقدر همون خونه که در نظر گرفتن میره بالا یا همون ماشین میره بالا که دیگه بعد از دو سال هم باز هر چی پول هم جمع شده باشه اون رفته بالا و بهش نمیرسید. یه دفعه هم توی پیج اینستا خوندم که نوشته بودن که ما که نمیتونیم خونه بخریم، ما باید 100 سال، حالا درآمدشون هم نوشته بودن با این درآمد باید 100 سال کار کنیم تا بتونیم خونه بخریم، پس بذار مستاجرای خوشحالی باشیم. این جمله هم یه درسی میداد از این که خب خیلی هم حالا خودمون اذیت نکنیم، خب اینجوری شده دیگه. از اون طرف این جمله خیلی سنگین و ناراحت کننده بود که از طرف خب یکی هموطن خودمون اینو گفته بود، یه شخصی که این نظر رو داره که خیلی هم باش هم نظرن که اینقدر باید تورم بالا باشه که گفتن که بی خیال بذار مستاجرای خوشحالی باشیم. بعد این دوتا، آره این دوتا که کامنت هایی که گذاشتم آخر سر برای این بود که واقعا این از بقیه کامنت ها، این دوتا کامنت عجیب تر بود که نه به خاطر اینکه به من چیزی گفتن، نه به خاطر حرفی که زدن، به خاطر اینکه پشت این کامنت چه آدمی میتونه باشه که اینقدر قسی القلب باشه که برای هم نوعش به این شدت بد بخواد. یکی از دوستان نوشته بود که تو کی لال میشی ما راحت شیم، خیلی حرف میزنی. یکی این، حالا این باز بماند بعدی رو ببینیم. یکی از دوستان نوشته بود که کاش که سرطان گرفته بودی، این به جای مریضی که گرفته بودی تشخیص میدادن سرطان بود، از بین میرفتی، میمردی، خاک سپاری تو برای ما ولاگ میگرفتن. ببینید، یعنی باور کنید به خاطر حرفی که در مورد من زده شده بود تعجب نکردم، چون خیلی پیش میاد حالا چیزای مختلف میگن، ولی اینکه وقتی که فکر میکنی میبینی که این آدم نمیدونم چه فکری داره، چه قلبی داره که میتونه در مورد هم نوعش این حرفو بزنه. یعنی وقتی که در نظر میگیریم اگر کسی هم باشه که ما از نزدیک دیده باشیمش، دشمنی هم در حقمون کرده باشه، به قول قدیمی هم گفتن پدر کشتگی که باید ندارن، اصلا یه همچین چیزی هم اتفاق افتاده باشه، بازم به نظر من به این شدت نمیتونی کسی رو اینطوری حرف بزنی در موردش، حالا نفرین میگن چی میگن اینطوری کنی. خیلی، یعنی روزی موقعی هم که من اینو خوندم ساعت 1:30 شب بود که داشتم کامنت ها رو جواب میدادم تونتون، اینو که دیدم باور کنید اصلا تا یکی دو ساعت بیدار بودم، انگار که یه چی بگم برق به هم وصل کرده بودی، که خیلی دلم میخواست واقعا ببینم که ایشون چرا اینقدر با من دشمنه. من تو فضای مجازی دیده، نه از نزدیک دیده، نه خصوصیات اخلاقی ما میدونه، در حدی که حالا چند تا ویدیو دیده، شاید از اخلاقای من توی ویدیو خوشش نیمده، شاید از حرکات من خوشش نیمده، اینا رو حق میدم، همه نباید از من خوششون بیاد. یکی میبینه منو از قیافم خوشش نمیاد، از مدل فکر کردنم، حرف زدنم خوشش نمیاد، خب ترک میکنه میره، کسی هم مجبور نیست. ولی اینکه برگردی این حرفو بزنی، به نظرم خیلی واقعا از یه قلب سیاه میاد. این هم بازم من گفتم توی موردهای مختلف توی برنامه ها، هر اتفاقی که برای من میفته چه خوب چه بد سعی میکنم ازش درس بگیرم. مثلا همین قضاوت ها، حالا این که دیگه هیچی، ولی قضاوت های جور و با جور که در مورد من میشه،
از اینا یاد گرفتم که کسی رو قضاوت نکنم، بی خودی در مورد کسی صحبت نکنم، از ظاهر کسی حدس نزنم که بگم پس این آدم اینطوریه که اینطوری لباس پوشیده، یا اگر یه مدت کوتاهی طرف رو دیدم، اخلاق و رفتارش رو دیدم، قضاوت نکنم بگم این آدم اینطوریه، چون بازم خب من اونطور که باید نمیدونم، شاید اون روزی که با من بوده، اون روزی که من دیدمش حالش خوب نبوده، سرش درد میکرده. یکی از دوستانمون میگفت من یه جا رفتم خونه یکی از همسایه‌هامون کار داشتم، دیدم وای چه خونه به هم ریخته، ساعت 12 ظهر تازه از خواب بیدار شده. بعد با خودم که حالا کارم انجام دادم، اومدم بیرون به شوهرم، به مادرم، به هر کی رسیدم، گفتم که وای مردم چجوری هم 12 ظهر تازه از خواب بیدار شده بود، این خونه به هم ریخته، چه آدم هایم. من 12 ظهر نهارم آماده است. و میگفت تعریف خودم هم کردم. و بعد از یه مدت ایشون متوجه شده بوده که این خانم شوهرشون، یعنی با شوهرشون اختلاف دارن، که خیلی اختلاف شدید دارن. اون آقا یکم یه حالت دیوانگی داشته، این خانمو اذیت میکرده که ناراحتی اعصاب داشته، باید قرص میخورده که این مرد رو تحمل کنه تا حالا جایی که به جدایی برسن یا اختلافشون حل بشه. میگفت یعنی من خیلی از خودم خجالت کشیدم که قضاوت کردم در موردش، نمیدونستم چه شبی رو گذرونده، نمیدونستم چه زندگی رو داره میگذرونه که الان اوضاع خونش حالا به هم ریخته است یا دیر از خواب پا شده. بعدش میگفت من رفتم بهش گفتم، هرچی با خودم گفتم که خدا منو ببخش، خدا منو ببخش، باز دلم طاقت نمیورد. رفتم به خودش گفتم، گفتم منو حلال کن، اینطوری گفتم، اصلا نمیدونستم شرایطت اینه. اینه که در مورد کسی نباید ما قضاوت کنیم. یا اینکه من توی داستان‌ها وقتی که میام تعریف میکنم، هر بار میگم، باز میخوام خیلی تکرار نشه که مخاطب خسته بشن، چند وقت دیگه نمیگم، ولی بارها گفتم کسی که داستان میفرسته قضاوت نکنید. شاید ندونیم که اتفاقایی که برای اون افتاده توی اون زمان چرا این کارو کرده، شاید ما هم جای اون بودیم همین کارو میکردیم. مثلا یه خانمی اومده با یه آقایی به عنوان همسر دوم ازدواج کرده، ایشون اومده تجربهشو به ما گفته، نه جایزه ما بهش میدیم نه چیزی، من بارها گفتم تجربهش رو گفته که ما تجربه به دست بریم، ما دیگه این کارو نکنیم، پشیمون شده، گفته که شما این کارو نکنید، من اینطوری شدم. بعد میان توی کامنت ها بعضی از دوستان خیلی توهین‌آمیز با این خانم صحبت میکنن، من به جای اونا خجالت میکشم، تا جایی که میتونم کامنتو پاک میکنم، ولی همیشه تقاضا میکنم که کسی که خب زحمت کشیده، بالاخره نارومی زندگیشو در اختیار ما گذاشته به خاطر که ما تجربه به دست بیاریم، خودش مرور کرده این خاطرات و بعد ناراحت شده تا برای ما تعریف کرده، حداقل تشکر کنیم یا بگیم که یا تجربه به دست بیاریم. اینکه توهین نکنیم، نگیم چرا شما اون موقع این کارو کردی، شاید ما هم اون موقع جای این خانم بودیم، جای این آقا بودیم، همین کارو انجام میدادیم. یه چند تا مورد از کامنت‌های داستانم هست که اونو توی خود کانال داستان میگم، که کامنت‌ها زیاد شده، کامنت‌هایی که خیلی حالا در موردش میشه بحث کرد، میخوام شما هم در جریان باشید. خیلی حرف زدم، ببخشید، ولی چند وقت بود این کامنت ها رو دلم خواست براتون بخونم، نه اینکه حالا شکایت کنم. یکی از همراهان گفته بود که من که خوشم نمیاد از مدل لباس پوشیدن تو اینا، اصلا قشنگ لباس نمیپوشی، ولی الان بهت بگم میری خودتو میزنی به مظلوم بازی و به همراه میگی به من اینو گفتن. نه من اگرم یه موقع میگم، چون یه چیزایی میگم برام جالبه، برای شما هم میگم. الان از این به نظر من از این کامنت ها دو تا نتیجه گرفتیم، یکی همین که قضاوت نکنیم در مورد کسی تا نمیدونیم، یکی این که اینقدر بد کسی رو نخوانیم. اینکه اینقدر در مورد کسی بد بخوام، باور کنید بارها هم همه جا گفتم، برمیگرده تو زندگی خود آدم، این ناراحتی ها، این بغضا، کینه ها برمیگرده توی زندگی خود آدم. حالا یه گره میفته تو زندگیمون یا حالمون خوب نیست، تو چند سالی که زندگی کوتاه ما داریم حال خودمون خوب نیست. اینا رو گفتم که با هم دیگه تجربه که خودم به دست آوردم با شما هم به اشتراک بذارم. بازم برام بنویسید، بازم اگر موردی هست از اینکه انتقادات سازنده کانال هم تشکر میکنم، دوستانی که واقعا کمک میکنن به بهتر شدن کار ما، انتقادات سازنده‌ای میکنن، نه اینکه حالا به لباس توهین میکنن، به غذا توهین میکنن، اونا رو کار ندارم، ولی انتقادهای سازنده خیلی به درد ما میخوره. دوستتون دارم. ویدیو رو حتما لایک کنید، اگر کانال رو دوست دارید سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم حتما فعال کنید.
خب صدای جیجیرک هم میاد یکم، ولی خب دیگه امیدوارم که زیاد پخش نشده باشه توی صدای من. به خدای بزرگ میسپارمتون، همیشه پایدار و سبز باشید.